میخوای تمومی شب و بشینی دعا کنی؟ نه خیر، من که برای نماز صبح بیدار شدم. آره، انگار من نمیشناسمت. واسه همین میگم از خواهرت و مشکلاتش دور بمون. هر وقت درگیر مشکلات اون میشی، مسئولیت خونه خودتو فراموش میکنی. یاور اون خواهر منه، خب باید براش نگران بشم دیگه. اما اینجوری هم نیست که مسئولیتای خونه خودم رو فراموش کنم. آخه اگه تو زن زندگی می بودی، من اینقدر آشفته نبودم. حالا که بیدار شدی، لباسم هم حاضر کن، چند ساعت دیگه جلسه دارم. چرا انقدر زود؟ اینقدر زود چون نمیتونم دیر کنم. تو از این چیزا سر در نمیاری. آخه مگه تو نمیدونی اوضاع کاروبارم اصلا خوب نیست. سوپرمارکتم هیچ درآمدی نداره. این تاجر خیلی بزرگیه، چندین سوپرمارکت زنجیره ای داره. باید مشورتم بکنم. حالا که بیداری، لباسای منم حاضر کن، معطل نکن. باش. دارین جایی میرین؟ تیروز بهت گفته بودم یه جلسه مهم کاری دارم و توی اسلام آباد برگزار میشه، تا فردا شب برمیگردم. واقعا جلسه هست یا برای دور بودن از منه؟ چرا حرفای بچه گونه میزنی زرین؟ بهت گفته بودم میخوام کارو بار خودم راه بندازم، برای همین میخوام برم. فراموش کردم. ازت یه درخواست دارم، لطفاً توی خونه دعوا را نندازی. حال مامان همینجوریش هم خیلی بده به خاطر دعوا و درد سرا. منظورتون چیه؟ تو این خونه بالا سر کسی اسلحه گرفتم و درد سر درست کردم؟ من گفتم دعوا نه، بلکه همکاری تو میخوام، وگر نه توی این جلسه کاریم اصلاً تمرکز ندارم. باشه، خودم هم میخواستم توی مسائل بقیه دخالت نکنم، چون برعکس خودم مقصر میشم. چی کار میکنی الان؟ یکی میبینه؟ خب یکی ببینه نمیگه اینا چیه رد و بدل میکنن؟ من میدونم چی باید بگم، فهمیدی؟ باشه بابا. ببین مامان گفت این دارو رو نباید خودت بخوری، خب؟ آره خودم میدونم، لازم نیست واسه من رئیس بازی در بیاری. برو ببینم. باشه میرم، اولو بقیه سلامی بکنم. کاظم چرت و پرت نگو، میخواد سلام احوالپرسی هم بکنه. یالا برو. باشه میرم. ها ببین درو پشت سرت ببند. سلام علیکم خانم.
چیزی میخوای؟ آه نه خاله، آب جیلی ساده بود، براش پارچه بیارم، اون آوردم. دیگه دارم میرم، خداحافظ. باید هیچ وقت اینجوری در رو باز بذارم. در رو باید ببندم. زرین دخترم، چی شده عزیزم؟ حالت خوبه؟ خاله، سردرد خیلی بدی دارم. خب میرفتی قرص سردرد میخوردی دیگه. خاله، تو این شرایطم بدون اجازه دکتر چطور میتونم قرص بخورم؟ خب، کاظم اومده بود دیگه، خودت صداش زده بودی، میتونستی باهاش بری دکتر. آره، اون لحظه سردردم زیاد نبود، اما الان دردش خیلی زیاد شده، باید یه دارویی بخورم. باشه، یکی رو بفرست بره دارو برات بیاره. خاله، برای یه قرص کی میخواد بره؟ مگه ماه قبل دکتر به تارا قرص نداده بود؟ وای، واسه چی از صبح تا حالا سردرد میکشی؟ خب از اون میخواستی دیگه، الان میگم داروهاشو بیاره. شبنم، تو برو تو اتاق استراحت کن، من دارو برات میفرستم، برو. بله خانم بزرگ. تو یه کاری کن، برو پیش تارا، بهش بگو داروهای سردردشو بده، بگیر ببر اتاق زرین خانم، کنارش یه ساندویچ هم ببر، بگو با معده خالی قرص نخوره. چشم خانم بزرگ. نمیدونم حال تارا چطوره، از دیروز هیچ زنگی هم نزد. مطمئنن حرفای یاور رو شنیده و خیلی ناراحت شده. درزم شارژ پولی هم ندارم که بهش زنگ بزنم. رامی بیا، برات شیرینی آوردم. شیرینی؟ شیرینی به چه مناسبت؟ بهت گفته بودم واسه یه جلسه یه کاری میرم. جلسه موفقیت آمیز بود، اون رئیس هندی قبول کرد بهم پول قرض بده. واقعا این که خیلی خبر خوشحال کننده ایه. آره خبر خوبیه، اما خب یه مشکل دارم. چی شده؟ مشکل چیه؟ ببین رومی، خودت که میدونی دنیا بر اساس قانون بدبستون پیش میره. حالا اون رئیس هندی پسر خاله من نیست که 200,000 پوند رو همین جوری به هم قرض بده. خب چی میخواین بگین؟ من منظورتون رو نفهمیدم. من بهت میفهمونم. ببین، تو که میدونی چند وقتی شرایط مالی ما خوب نیست. من نهایت تلاشمو کردم، اما فایده چندانی نداشت. تو اگه بخوای پس میتونی تجارت منو سر و سامون بدی. اصلا جای سوال نداره، من همه ی تلاشمو میکنم. به من بگین من باید چی کار کنم. من میدونستم همین جوابو میدی. تو فقط باید یه کاری کنی، خواهرتو باید راضی کنی. تارا به این مسئله چه ربطی داره؟ به خاطر تارا این معامله صورت گرفته. من به توضیح میدم. ببین، اون رئیس هندی تقریبا دوروبر 50 سالشه، زن هم نداره، میخواد با یه زن جوون ازدواج کنه. خب منم برای صلاح تارا این فکر رو کردم که اگه تارا باهاش ازدواج کنه میاد انگلیس و خوشبخت میشه. یاور، این
چطور ممکنه؟ من چرا ممکن نیست؟ اما اون بارداره، با این شرایطش چطور میتونه ازدواج کنه؟ بسه بسه، من اون قدم کافر نیستم. حکم و دستور شرع رو خیلی خوب میدونم. بعد به دنیا اومدن بچه میتونه ازدواج کنه. تو خودت فکر کن، خواهرت میاد لندن زندگی کنه، اون وقت مثل تو زندگی راحتی داره. اما من اما تو باید اونو راضی کنی، یا تارا رو به ازدواج راضی میکنی، یا تو هم طلاقتو میگیری و برمیگردی پاکستان. اما اسم تو دیگه روی من هست بهادر، برای همین کسی جرأت نداره نزدیکم بشه. ولی اون روز که اسمم نتونست بهت کمک کنه، چون تا اون روز من تو رو قبول نکردم. چرا اینقدر دیر کردی شبنم؟ من خیلی وقت بهت گفتم که سوپ درست کنی، کجاست؟ خانم سوپ که حاضره، اما الان خانم بزرگ منو فرستادن که فوراً اینجا بیام و قرص سردردتون رو ببرم. مادر جون سردرد دارن؟ پس تو یه کاری کن، از بیرون براشون قرص بخر. من داروهایی رو دارم که برای زن بارداره. نه خیر خانم، خانم بزرگ سردرد ندارن، زرین خانم سردردن، واسه اون خواستن ببرم. آهان زن داداش سردرد دارن؟ پس تو یه کاری کن. خاله بهت یه کار سپرد، اما اومدی اینجا غیبت میکنی؟ نه خیر خانم، من که اومده بودم این قرصو ببرم. تو که مشکل نداری قرصو به خودم بدی. نه به هر حال داشتم قرصا رو میدادم زن داداش. بفرمایید. ممنون. یکم اینجا بشینید. نه من خیلی سرم درد میتونه، میرم بخوابم دیگه، تا شب بیدار نمیشم. جالبه واقعا، زن داداش زرین هیچی نگفت، وگرنه اون تا از یه حرف کوچیک یه مسئله بزرگ نسازه آروم نمیگیری. یالا به تارا زنگ بزن، یه کاری کن قانع بشه. ببینید یاور، تلاش کنید حرف منو درک کنید، اون الان اصلا حال خوبی. آخه زن احمق، من که نمیگم برو رو سرش اسلحه بذار. با آرامش و یواش یواش این مسئله رو توی مغزش فرو کن، بهش بفهمون. اون خواهر منه، من میشناسمش، اون هیچ وقت راضی نمیشه، اون به هیچ وجه نمیتونه جای آرمانو به یکی دیگه بده. آرمان که رفت زیر خاک و خاک شد، اما تارا هنوز یه زندگی طولانی پیش رو داره. تو خواهر بزرگشی، اونو نصیحت کن، یا با جدیت یا با محبت، یا هم به زور، اما یه جوری اونو قانع کن. اون احمقه، ما که نیستیم. من تلاشمو میکنم. نه تلاش، نه نتیجه. من نتیجهشو از تو میخوام. خواهرتو راضی کن، وگرنه با پرواز بعدی برو پاکستان. فهمیدی خانم عزیزم؟ تو اصلا شیرینی نخوردی، خودم الان بهت میدم. با این ذهنیت بخور که این شیرینی یه پیشا پیش عقد تاراست. بخور بخور، شیرینی بخور. بیا خب بخور دیگه. بهش زنگ بزن. چی؟
شده؟ بله سرمون اومد. زرین توی اتاق بیهوش افتاده. به نظر میرسه یکی بهش سم داده باشه. وای خدا تو چی میگی؟ خودتون برین ببینین. وای خدا دخترکم. دخترم یهو چش شد. هی شبنم. میشنوی شبنم؟ بیرون کاظم تو ماشینه، برو صداش بزن. زرین چی شد؟ زرین؟ زرین دخترم. زرین چشاتو باز کن دخترم. چت شده زرین؟ زرین وای خدا مرگم دخترکمو کشتم. وای آبجی چشاشو بازه میکنه. زرین آبجی این حتی نفسم نمیکشه، چشماشم بازه میکنه. آبجی چش شده؟ بیا ببین دخترم چش شده. زرین چشاتو باز کن دخترم. کی این داروها رو به آبجیم داده؟ ها؟ خانم جان این دارو رو تارا خانم به شبنم داده بود چون زرین خانم سردرد داشت. وای اون معرفی دخترم رو کشت. انتقام خودش از دخترم گرفت. آبجی دخترم رو کشت. چرا وقت رو تلف میکنی؟ زود باش بیا بلندش کن ببریمش بیمارستان. تو برو شالم رو بیار. ناخیر آبجی شما کجا میرین؟ حال شما از قبلم خوب نیست. شما خونه بشینین منو کاظم میبریمش. یالا کاظم آبجی تو بلند کن، بلندش کن. شبنم زنده داشت چش شده، کجا بردنش؟ راستش خانم از این چرا میپرسی؟ جواب این سوالو خودم بهت میدم. شبنم تو برو داخل. چی شده مادر جون؟ منظورتون چی؟ زرین رو بردن بیمارستان، اون بیهوش شده بود. تو به اون چه قرصی رو دادی؟ مادر جون من که بهش قرص سردرد دادم. تو مطمئنی؟ مطمئنی به اون قرص سردرد دادی؟ من چرا به زنده داشت قرص اشتباه بدم مادر جون؟ پس چرا حالش اونطوری شد؟ فقط دعا کن که اتفاق خیلی بدی نیفته. وای خدای من، برای زنده داشت اتفاقی نیفته، وگرنه من توی درد سر جدیدی میفتم. من نباید داروهامو بهش میدادم، باید بهش جواب نه میدادم. خودش از یه جایی مسکن پیدا کرده، نمیدونم الان چی میشه. مامان یالا غذا رو بیار، تا تو اینجوری یواش یواش بیاری سرد میشه. که آوردم. تو که غیر از سیر کردن شکم خودت به فکر هیچ چی نیستی. بفرما بگیرش. مرسی. من حس میکنم یه بار سنگینی از روی دوشم برداشته شد. درزه مامان این نظرت فوق‌العاده بود. بشین و تماشا کن برای تارا خانم قراره چه اتفاقایی بیفته. من با فکر اینکه چه حالی داره خندم میگیره. آبجی تو به جون ما دعا کن که این مشکل بزرگ رو چقدر راحت تونستیم حل کنیم. کی زنگ زده؟ بذار ببینم. خاله زنگ زده. چون شما گفته بودین کل دیشب و جواب ندادم. جواب بدم. نه تو چه حرفی میخوای بهش بزنی؟ گوشی رو بده من، من باهاش حرف میزنم. شما دوتا ساکت بمونین، نشنوم صدا ازتون در بیاد. الو؟ بله آبجی. ما که حواسمون سر جاش نیست، تلفن رو فراموش کرده بودیم. ما بچه‌ی کمرمون شکست آبجی. زرین از دهن مرگ دوباره برگشت. بچه‌شو نتونستن نجات بدن. اون تارا همه چی نابود کرد. ما حتی اون نفرینم نمیتونیم بکنیم، چون اون بچه‌ای که تو شکمش نوه شماست آبجی. آره گفتن تا اسب به هوش میاد اون وقت مرخص میشه میارمش خونه. آره آبجی، آره. خداحافظ. به به مامان چه نقشی بازی کردی، میتونی بری بازیگر بشی. مزخرف نگو، من علاقه ندارم اینجوری نقش بازی کنم. اصلا واسه اینه که وقتی گرهی با دست باز نشه، خب مجبوریم با دندون بازش کنیم. وای مامان شما چرا این حرفو میزنین؟ انگار من نمیشناسمتون. باشه تو اینقدر چرت و پرت نگو، این دهانتو جلوی آبجین ببند. یه وقت جلوی اون سوتی ندی همه چیو خراب کنی. مامان هیچی نمیشه، من بهش گفتم نمیتونه اونجا بره. حالا بی خیال، از این صبونه لذت ببری. یه لحظه خانم، تو چرا از این میخوری؟ تو مثلا مریض باید رنگ و رود پریده به نظر برسه. یه ذره گرسنگی بکش، باید صورتت مثل مریضا باشه. آره والا کاظم حرف درستی میزنه.
یه کاری میکنیم، من یه پرستار آشنا دارم، باید نزدیک اسب پیشش بریم، اون به دست دانجی و کت و این چیزا بزنه تا همه باورشون بشه تو واقعا مریضی. آره این درسته. سلام علیکم مادر جون. و علیکم السلام. حال زن داداش الان چطوره؟ همه چی خوبه مگه نه؟ اون خوبه، اما بچهش سقط شد. چطور؟ به گفته یه دکترها بهش یه دارویی داده شده، به این دلیل سخت شد. مادر جون شما فکر میکنید من به زن داداش همچین دارویی داده باشم؟ شما چرا همچین فکری میکنید؟ که من اون ماریم که میخوام زهرمو به همه بزنم؟ اعتماد کنید، من هیچ تقصیری ندارم مادر جون، من فقط بهش قرص سردردی رو دادم که خودم بخورم. تارا الان از اینجا برو، من نمیخوام باهات حرف بزنم. فرهان بیاد بعد با هم حرف میزنیم، برو. مشکل چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکل چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میری عقب آخه؟ کوئی تو میرا اپنا، کوئی تو سهارا ہو، غم میرے ٹھہر تو جائے، کوئی کنارا ہو. چه اتفاقایی توی این خونه میافته؟ من واقعا هیچی نمیفهمم. هم به مظلومیت تارا اعتماد دارم و هم ندارم. نمیدونم الان زرین چه قشقرقی به پا کنه، فرهان چه واکنشی نشون میده. خدایا تو آبرو و نظم این خونه رو پا بر جا نگه دارو، همه چی به خیر بگذره. به من رحم کن خدای عزیزم. پروردگارم، تو که میدونی من به زنده داشت سرین هیچ داروی اشتباهی رو ندادم. این تهمتی که بهم زده شده رو خودت دورش کن خدایا. من چطوری نگاه های بقیه رو تحمل کنم؟ من چطور زنده بمونم خدایا؟ اصلا نمیفهمم چی کار کنم، هیچی نمیفهمم. چی؟ شما چی داری میگی؟ پسرم من همه یه دیشبو بهت زنگ زدم اما تلفنت کلن خاموش بود. راستش شارژ گوشیم تموم شده بود، من انقدر خسته بودم که بدون شارژ کردن گوشیم خوابیدم. الان زرین کجاست؟ توی بیمارستانه، تا عصر مرخصش میکنن. تو کی میرسی؟ من الان تو راه فرودگاهم، دو ساعت دیگه پرواز دارم. پسرم گوش کن، به زرین یه زنگ بزن. الان اون به تو بیشتر از همه نیاز داره. شما نگران نباشین مادر، زنگ میزنم. و فعلا توی خونه در این مورد هیچ بحثی نکنید، من خودم اومدم حرف میزنیم. خدا نگهدار. خدا نگهدار پسرم.
انقدر گریه نکن زری، دخترم رضای خدا به همین بوده. ای آبجی چطور گریه نکنه؟ دخترم بچهشو از دست داد. ضربه خیلی بزرگیه، از وقتی فهمیده همش گریه میکنه و گریه میکنه. به جز صبر هیچ چاره ای نداریم دیگه. چرا چاره ای نیست؟ هیچی بدون چاره نیست. شما اون تارا رو صدا بزنین، من الان به حساب اون میرسم. خودم گوشه این مثل موش قایم شده. شبنم، هی شبنم، بس کن دیگه نصرت، بذار فرهان بیاد بعد هرچی اون تصمیم بگیره. فرهان، فرهان، من چه تقصیری داشتم؟ به حرف شما گوش دادم، به حرف شما گوش دادم و خواستم با تو رو رابطم و حفظ کنم، اما اون با من چی کار کرد؟ آره آره، همینجا تصمیم تو بگیر، اون دختر رو صداش بزن. هیچکی بهش حرفی نمیزنی، هیچی ازش نمیپرسی. چی؟ اون بچه ای به دنیا نیومدم، اونو به قتل رسود. چرا کسی ازش چیزی نپرسه؟ چون این برای هممون بهتره. این ماجرا رو همینجا تمومش کنیم. ای وای پسرم، فکر میکنم بهت شوک وارد شده. این چه حرفیه که تو داری میزنی؟ نه دیگه نه، تا به امروز من بزرگواری کردم، هر اشتباهشو بخشیدم، اما تو مسئله بچم من ساکت نمیمونم. من بهت گفتم که تو هیچ حرفی باهاش نمیزنی. من باهاش حرفم میزنم و اونو از خونمون بیرون میندازم، ببینم کی مانع من میشه. آره آره، اونو از خونه بیرون بنداز، من پشتم دختر. بس کنی، این نمایشو خاتمه بدی. من دلم نمیخواد تو این خونه دعوا جنگ بشه، فهمیدین؟ واضح بود؟ ای وای آبجی، اونی که بهش ظلم شده داره سر اون داد میزنه. شما یه چیزی بگی لطفا. نصرت پاشو ما بریم تو اتاق، این مسئله بین زن و شوهره، خودشون حل میکنه. نمایشه تو تموم کن، داری زیاده روی میکنی. چیه؟ بچه ما سخت شده. من تموم دیشب تو بیمارستان بودم و شما میگی این نمایشه تموم کنم. کدوم بیمارستان رفته بود؟ نتیجه ی آزمایش کجاست؟ فرهاد، اگه من بیمارستان نرفته بودم پس این چیه؟ اینو سر خود زدم؟ واقعیت تو اینه. سوزنش کجاست؟ کیو داری احمق فرض میکنی؟ من خیلی وقت میدونم تو باردار نیستی. نتیجه همه آزمایشات پیش منه. واقعیت اینه تو هیچ وقت باردار نبودی، چون تو هیچ وقت نمیتونی مادر بشی. تو به مادر دروغ گفتی، به من و از همه بیشتر به خودت دروغ گفتی. اما این چیزا، من فقط به خاطر این ساکت موندم، چون نمیخواستم مادر مریضم بیشتر از این مریض بشه. واسه همین دروغ تو لاپوشینی کردم، اما اینو نمیدونستم که این دروغ تو تا این حد پیش میبری. پس بهتر اینه که ساکت بمونی، چون من دیگه ساکت نمیمونم. دلم داره اشک خون میریزه، اما فرهان دستور داده این ماجرا همینجا تموم بشه. واسه همین من سنگ روی دلم گذاشتم،
چون هیچی برام مهمتر از آرامش این خونه نیست.